تابع کاونت از تابع کاونت برای شمردن تمامی سلول های دارای محتوای عددی یا تاریخ درون یک بازه استفاده میشه. تأکید میکنم از تابع کاونت برای شمردن سلول هایی که دارای محتوای عددی یا تاریخ هستند استفاده میشه. برای اجرای تابع کاونت از دو روش میتونیم استفاده کنیم. روش اول اینه که در نوار ریبون بر روی سربرگ فرمولا کلیک کنیم، تابع کاونت جزو توابع آماری قرار داده شده. در گروه فانکشن لایبرری برای مور فانکشنز اینجا کلیک میکنیم، با قرار دادن مکان نما بر روی نماد توابع آماری استاتیستیکال اینجا یک زیر منو ظاهر میشه که میتونیم تابع کاونت رو اینجا انتخاب کنیم. با قرار دادن مکان نما بر روی کاونت یک تول تیپی ظاهر میشه که گرامر تابع کاونت رو اینجا داره به ما نشون میده، ولیو 1 ویرگول ولیو 2. این نشون میده که آرگومان ها میتونن توسط ویرگول از هم جدا بشن و حداقل 1 یا حد اکثر 255 آرگومان رو داشته باشن. میایم اینجا کلید اسکیپ رو میفشاریم، در کاربرگ شیت 1 در سلول B1 عدد 1 کلید انتر، در سلول B3 عدد 3 کلید انتر رو دوبار میفشاریم، در سلول B5 عدد 5 کلید انتر رو دوبار میفشاریم، در سلول B7 عدد 7 کلید انتر رو دوبار میفشاریم و در سلول B9 هم عدد 9 رو قرار میدیم و کلید انتر رو میفشاریم. در سلول B10 قرار داریم. اگر بخوایم سلول هایی رو که غیر خالی هستند و دارای محتوای عدد یا تاریخ هستند در کالون B بشماریم، میتونیم از تابع کاونت استفاده کنیم. اینجا در سربرگ فرمولا در گروه فانکشن لایبرری مور فانکشن استاتستیکال میتونیم تابع کاونت رو انتخاب کنیم و یا میتونیم با استفاده از دستی بیایم در این سلول کلیک کنیم، عملگر مساوی رو قرار بدیم، CO رو اگر تایپ کنیم میتونیم اینجا تابع کاونت رو پیدا کنیم، COU رو هم تایپ میکنیم که زودتر به تابع کاونت برسیم. اینجا این تابع کاونت هست، دوبار بر روی FX نماد FX که اینجا وجود داره کلیک میکنیم تا به تابع کاونت برسیم. میایم بازه رو به این حالت انتخاب میکنیم، این بازه مورد نظر ماست و کلید انتر رو میفشاریم. اینجا اگر ملاحظه کنیم به ما عدد 5 رو داد. من این رو بیام فیل کالرش رو زرد بدم، عدد 5 رو داد. چرا؟ چون در این بازه‌ای که اومدیم انتخاب کردیم فقط 5 سلول دارای محتوای عددی هستن. در سلول B2 کلیک میکنیم و میایم تاریخ امروز رو که 6 می 2016 هست رو اینجا تایپ میکنیم، 2016 05 06، کلید انتر. اینجا اگر ملاحظه کنید میگه 6 می 2016. اینجا عدد از 5 به 6 تغییر کرد. من اینجا یک آندو میزنم، قبلا 5 بود، حالا اگر یک ردو بزنم این سلول B2 دارای یک محتوای دارای تاریخه. اگر بیایم اینجا یک تاریخ دیگه وارد کنیم ببینیم این عدد 6 چه تغییری میکنه با توجه به اینکه بازه تعریف شده براش. اینجا میایم میگیم 2016 05 04، 4 می 2016 رو وارد میکنیم، ببینیم که در واقع تابع کاونت داره میشموره، میگه این بازه که شما انتخاب کردین تعداد سلول های غیر خالی، سلول های خالی رو نمیشموره، تعداد سلول های غیر خالی اون 7 است و سلول هایی هست که توسط تابع کاونت شمرده میشه. چرا؟ چون سلول های عددی و دارای تاریخ هستن. بیایم اینجا در سلول B6 اینجا کلیک کنیم و یک سلولی که دارای خطا هست قرار بدیم. اینجا عملگر مساوی رو قرار میدیم، میایم میگیم 10 تقسیم بر 0، کلید انتر. ببین چه اتفاقی رخ داد، اینجا سلولی رو داریم که محتوای یک خطا هست، اینجا برای ما اون رو نشمرد. چرا؟ چون تابع کاونت فقط میاد سلول هایی رو میشموره که دارای عدد یا محتوای تاریخ هستند.